رسانه های محلی ایران گزارش دادند که صبح روز شنبه 11 تیر ماه 1401 شمسی فردی در دره شهر در حومه شهر دهلوران در استان ایلام در جنوب غرب ایران با یک قبض سلاح به سمت همسر، خواهر همسر و مادر همسر خود تیراندازی کرد و تلاش کرد آنان را به قتل برساند. گفتنی است در این حادثه همسر و خواهر همسر وی کشته شدند و مادر همسر نیز زخمی شد. به گفته منابع رسانه‌ای محلی در این حادثه فرد ضارب نیز در محل خودکشی کرد و جان باخت. بررسی های انجام شده توسط خبرنگار اخبار شیعه نشان می دهد وقوع حوادث و جنایت های اجتماعی در چند ماه اخیر در ایران به شدت افزایش یافته است. با هدف بررسی دقیق و ریشه علل افزایش چنین حوادثی در ایران گفتگوی دارم با احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن برلین آلمان. جناب آقای مهرابی سلام، وقتتون بخیر. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و ممنونم. آیا آماری درباره قطع های این چنینی در ایران وجود داره و این قطع ها بیشتر در چه مناطقی رخ میده؟ معمولا این آمار به صورت رسمی توسط نهادهای دولتی اعلام نمیشه، اما آمار پراکنده منتشر میشه. به طور مثال سازمان حقوق بشری هنگا اعلام کرده بود که در مدت یک سال 40 زن در 3 استان کردنشین ایران کشته شدن. همینطور آمارهایی که از کشته شدن زنان و مردان توسط پزشکی قانونی منتشر میشه تا حدودی گویای وضعیت هست و میشه گفت که به طور متوسط حدود 400 زن کشته میشن که اکثر اونها به دلیل اختلافات خانگی و قطعهای این چنینی هست. این آمار در استانهایی که به نوعی دسترسی به اسلحه بیشتر هست و به هر حال قطعهای این چنینی رخ میده هم بیشتر هست و همینطور استانهایی که به نوعی موضوع مشکلات اجتماعی یا برخی سنتهای خاص یا به هر حال درگیریهای طایفه‌ای یا موضوعاتی که درگیریهای خانوادگی را تقویت میکنه عملا بیشتر هست. ریشه این قطعها به نظر شما چی میتونه باشه؟ گزارش هایی که هست نشون میده به هر حال این قتل ها افزایش یافته در سالیان اخیر. بخشی از این قتل ها به نوعی به بحران های اجتماعی نسبت داده میشه که حالا بیکاری، فقر و موضوعات این چنینی در واقع هست. بخشی دیگه به هر حال به درگیری های رخ داده میشه که بر اثر مهاجرت در شهرها رخ داده، به خصوص در برخی از استانهای خاص ایران. یعنی بر اساس قوانین یا سنت ها همچنان مدیریت خانواده با مرد هست، اما به هر حال زنان هم تقاضای حقوق بیشتری رو دارن. اون رتبه بندی یا درصد بندی که بر اساس برخی از تحقیقات اجتماعی انجام شده به هر حال این درگیری های خانوادگی دلایلش را عواملی مانند تهدید زن به طلاق، درگیری با خانواده همسر، موضوع اختلافات مالی و فقر و بحث درگیری هایی که به هر حال بر اثر حسادت یا بحث های این چنینی به وجود میاد را اعلام کردن. بخشی هم به هر حال ناشی از موضوع جنون آنی یا اتفاقات این چنینی هست که خب خیلی بررسی نمیشه که به هر حال به لحاظ روانشناسی یا موضوعات دیگه سهم هر کدوم از این اتفاقات چقدر است. جناب آقای مهرابی، از سوی نهادهای دولتی چه اقداماتی انجام شده برای کاهش چنین حوادثی و اساساً چه راهکارهایی وجود داره؟ بخشی از این اقدامات قاعدتاً باید به نوعی به پیشگیری منجر بشه که خب خیلی نمیشه گفت اقدامات جدی انجام شده. به هر حال بخشش به موضوعات اجتماعی یا مشاوره های اجتماعی مربوط میشه. سازمانی که برای این موضوع در واقع تعیین شده و در محدوده وظایفش هست معمولا سازمان بهزیستی است که خب وظایف زیادی به دوشش گذاشته شده و بودجه هم خیلی بودجه کمی داره و برای همین اساسا نمیشه از سازمان بهزیستی انتظار داشت که کارهای جدی برای پیشگیری در این باره انجام بده. بحث های دیگه بحث اورژانس اجتماعی هست که البته فقط
موارد همسرآزاری یا بحث‌های اینچنینی رو مردم بهش گزارش میکنن، اما بعد از اون اتفاقات جدی نمیفته. یعنی هیچ مکانیزمی وجود نداره که مثلا اگر زنی تحت آزار قرار میگیره یا مردی تحت به هر حال خطر این داره که کشته بشه توسط اقوام همسرش، به نوعی یک نهادی باشه که در اینجا اقداماتی انجام بده و اینها رو از همدیگه جدا بکنه، یا به هر حال پیشگیری ها و مشاوره های اجتماعی انجام بده. به خصوص این موضوع در شهرهای کوچکتر خب خیلی ضعیفتر هست، چون اساسا سازمان بهزیستی یا نهادهای مشابه هیچ امکان مالی جدی یا اقدامات اجرایی جدی ندارند، و برای همین عملا میشه گفت که هیچ اقدام جدی برای پیشگیری از این موضوع انجام نمیشه، و تنها به هر حال وقتی مداخله نهادهای دولتی انجام میشه که کار به درگیری بکشه و در اون زمان نیروی انتظامی دخالت بکنه. و به هر حال پرونده های این چنینی هم که بخش هایش مربوط به درگیری های خانوادگی هست، خب مشخص نیست که در نهایت به چه وضعیتی منجر میشه، و چون به هر حال بخشیش مربوط به حقوق خانواده طرفین هست که بخوان رضایت بدن یا نه، ولی در واقع میشه گفت که خیلی اقدام جدی وجود نداره که بخواد از این موضوعات جدی پیشگیری بکنه. ممنونم از شما. احسان مهرابی از برلین آلمان با ما بودند.